در همین ارتباط و برای صحبت بیشتر در این مورد همراه میشیم با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت، صلح و امنیت بین الملل دانشگاه لاهه که از هلند با ما همراه شدن. آقای گلریز، صحبت های شاهزاده رضا پهلوی رو فکر میکنم شنیدین شما هم، ارزیابی کلی شما از صحبت های ایشون چه است؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. خب اینکه مردم ایران حداقل در حال حاضر در اروپا در این هفته های گذشته که آغازش نشست مونیخ بود، نشست امنیتی مونیخ، افرادی هستند از جمله شاهزاده رضا پهلوی و افراد دیگری که در اون نشست حضور داشتند، در نشست جورج تاون حضور داشتند و میتونن به عنوان بلندگوهای دیپلماسی عمومی مردم ایران حضور داشته باشند بسیار مهمه. نکته مهمترش این هست که تا الان به نظر میرسه که نه فقط احزابی که در اروپا به عنوان احزاب جریان اصلی مینستریم شناخته میشن، بلکه احزابی که اتفاقا احزاب بیشتر میتونیم بگیم کوچکتر هستن، مثل همین نشستی که الان گزارشش پخش شد یا جلسه‌ای که در پارلمان اروپا هست یا جلسات دیگری که در ایتالیا بود، اینها احزابی هستن که به جریان اصلی که اتفاقا دولت‌ها رو در اروپا تشکیل میدن تعلق ندارن، بیشتر تو اپوزیسیون هستن، روابط خیلی نزدیکی با مردمان بخشی از مردمان کشورهای اروپایی دارن و حضور در اونجا بسیار مهم و تاثیرگذاره. در نهایت به نظر من خیلی مثبته و میتونه خیلی سازنده باشه این صحبت‌ها، البته در فضای رسانه‌ای. در فضای واقعی صحبت با و گفتگو با دولت مردان، مجریان سیاسی، نه قانونگذاران اولویت باید باشه. قانونگذاران در اروپا با بیانیه‌ای که در ماه ژانویه، قطعنامه‌ای که در ماه ژانویه اتحادیه اروپا از طریق پارلمان تصویب کرد، در بیش از 30 صفحه مشخص گفتن که نظرشون چی هست. الان بحث قانون گذاران نیست، الان بحث مجریان قانونه، وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی، همون وزرایی که تعدادشون با عبداللهیان دیدار کردن در نروژ، در ژنو، وزیر امور خارجه نروژ، وزیر امور خارجه بلژیک. اصل موضوع اونجاست. از فضای رسانه‌ای بسیار باید استفاده کرد برای فشار آوردن، ولی سیاست‌گذاری در توسط مجریان قانون، به طور مثال قرار دادن سپاه در لیست تروریستی رو شورای اروپا که مجموعی از وزرای خارجه اروپا هست که 20 مارس یک روز قبل از عید نوروز اول فروردین نشست دارن. اصل موضوع اونجاست، ولی خب به هر حال تأثیرات رسانه‌ای هم بسیار میتونه مهم باشه. خب آقای گلریز، شاهزاده رضا پهلوی دوباره خواسته خودش رو تکرار کرد که گذار از جمهوری اسلامی بود و اینکه گفت که هر چقدر که این گذار زودتر صورت بگیره مشکلات هم کمتر خواهد بود. تاکید آقای پهلوی رو بر فوری بودن این موضوع چطور ارزیابی میکنید شما و فکر میکنید چه دلایلی در پشتش هست؟ ببینید، من فکر میکنم دولت مردان غربی دقیق متوجه نیستند که با چه کسی و با چه عنوانی و در چه کپاسیتی در عمل در حال گفتگو هستند. از یک جهت به دنبال این هستند که با یک مجموعه که به عنوان یک رهبر سیاسی بتونه فضا رو تغییر بده، دو به دنبال اون میگردن. از جهتی دیگه شاهزاده بنا به جایگاهی که برای خودشون قائل هستن، خودشون رهبر سیاسی نمیبینن، بلکه یک شخصیتی میبینن که فرای موازنه سیاسی برای کمک کردن به رساندن صدای مردم حرکت میکنه. این برخورد این دوگانه باعث میشه که خب یک مقدار سخت باشه برای اروپایی ها، برای غربی ها که متوجه باشن که به چه شکلی باید این حرکت رو کمک بکنن و حمایت بکنن. از نظر رسانه‌ای، از نظر فهماندن تقدم تأخرها، از نظر اینه که واقعا چه موضوعاتی مهمه، همون در صحبت‌های خوب شاهزاده بود، خب تأثیر گذاره. ولی از نظر قدم برداشتن برای اینکه این حمایت‌ها و شعارهایی که بیشتر اروپایی‌ها میدن و گهگاهی هم با ریاکاری مواجهه، این شعارها تبدیل به
شاید میشه بگیم نوعی از حرکاتی بشه که بتونه سیاست و قدرت رو، موازنه قدرت رو تغییر بده، خب این یه مقدار کار مشکلیه. به طور مثال فرض بکنید یکی از مهمترین مسائل به گمان من باید تمرکز مشخص روی قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی باشه، یا تمرکز مشخص روی مسئله عدم امنیت ایرانیان مهاجر. گلریز فکر میکنم متاسفانه باید بگم که وقت ما داره تموم میشه. بسیار متشکرم از شما دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل دانشگاه لاهه که با ما همراه بودین.